مطمئنم شما راجع به ارزهای دیجیتال خیلی شنیدید. یه روز پروژه‌های دیفای گل میکنن و یه روز خرید ارز تو متاورس مود میشه. امروز میخوام راجع به اینا باهاتون صحبت بکنم که اصلا آیا ارزش داره ما دنبال این چیزا باشیم، وقت بذاریم بریم یاد بگیریم، آیا ارز دیجیتال اونجایی هستش که میتونه ما رو ثروتمند کنه یا نه. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. ویدیو طولانی اما بسیار بسیار پرمحتواییه. سلام به تو دوست عزیزم، دارم هر جا کسی حالت عالی باشه. امروز میخوام راجع به ارز دیجیتال با تو صحبت بکنم و راه‌های مختلفی که میشه توش پول درآورد. اگه یادتون باشه سال 2017 یعنی 5 سال پیش بود که تازه بیت کوین داشت رشد میکرد و برای اولین بار واژه ارزهای دیجیتال به گوش آدم‌ها می‌خورد و کریپتوکارنسی تازه داشت بین مردم شنیده می‌شد. اگه اون موقع‌ها یادتون باشه بیت کوین آروم آروم رفت بالا، قیمتش به چند هزار دلار رسید، 5000 دلار، 6000 دلار، 7000 دلار، 10000 دلار و مردم مدام از خودشون می‌پرسیدن آقا چیکار کنیم؟ این داره خیلی خوب رشد می‌کنه، بریم بخریم، بریم بخریم. قیمتش رو 12000 دلار، ملت به هم دیگه می‌گفتن ببین اگه خریده بودیم چقدر رشد کرده بود، قیمتش 3 برابر شده، قیمتش 4 برابر شده. اگه اینقدر پول می‌ذاشتیم الان پولمون 4 برابر شده. قیمت بیت کوین رسید به 15000 تا، ملت گفتن اوه اگه اینقدر پول گذاشتیم این پولمون شده 5 برابر. قیمت بیت کوین رفت بالا شد 18000 دلار، ملت گفتن آقا بخریم این داره گرون میشه. سر خط خبرها بود بیت کوین تا چقدر میتونه بالا بره. بعضی گفتن بیت کوین میشه 50000 دلار، بعضی گفتن میشه 100000 دلار، بعضی گفتن بیت کوین به عددهای میلیون دلاری میرسه و یه عده رفتن خرید کردن. کی رو بیت کوین 18000 دلاری، 20000 دلاری خرید کردن و بعد چه اتفاقی افتاد؟ بیت کوین با کله سقوط کرد. من کسی بودم که تو بالا رفتنش سود نگرفتم، دروغ چرا، ولی از پایین اومدنش خیلی سود، خیلی سود خوبی گرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه یک روند میجر نزولی، یک روند اصلی نزولی شروع شده بود و برای ماهایی که تریدر هستیم کسب سود از اون روند نزولی خیلی کار ساده بود. اما تو همون سال 2018 زمانی که تازه این ریزش شروع شده بود یه سمیناری داشتم تو کانادا، داشتم سخنرانی میکردم، یکی از عزیزان پرسیدش که آقا نظرتون راجع به بیت کوین چیه؟ آیا بیت کوین میتونه ارز رایج دنیا باشه؟ اون صحبت اون موقع هم بود که بیت کوین میاد و نمیدونم پول رایج دنیا از بین میره و همه چی دیجیتالی میشه، این صحبت ها. و من اونجا این جوابی رو دادم که الان تو این ویدیو میبینید. ویدیو رو نگاه کنید. بالا رفتنش معلوم نبود، هیچ کس نمیدونست تا کجا میره بالا، ولی پایین اومدنش معلوم بود. پایین اومدنش زمانی شروع شد که بیت کوین رفت کره جنوبی مجوز بگیره که به عنوان یک ارز دیجیتالی کار بکنه، کره جنوبی مجوز نداد. رفت هند مجوز نگرفت، رفت برزیل مجوز نگرفت. تو خیلی از کشورهای دیگه خواستن که به عنوان یک ارز رایج شروع به کار بکنن، اما خب کشورهاشون مجوز ندادن. چرا ندادن؟ واسه اینکه پول قدرته، هیچ دولتی دوست نداره قدرت رو از دست بده. پول الان کنترلش در دست بانک مرکزی دولت‌هاست. دولت‌ها در بانک مرکزیشون دارن بازار پول دنیا رو کنترل می‌کنن. اگر این رو بذارن که بیفته دست بیت کوین، دارن قدرتشون رو از دست میدن و هیچ دولتی دوست نداره این اتفاق بیفته. واسه همین بیت کوینی که خیلی داشت خوب گل میکرد و سریع داشت گسترش پیدا میکرد و مردم طرفدار شده بودن و همه داشتن سریع میرفتن سمتش، به چند تا در بسته خورد. به معنی که در بسته خورد شروع کرد اومد پایین. من اینو میدونم و احتمالا شما هم میدونید که کریپتوکارنسی ها آینده ارز در واقع رایج دنیا خواهند کم کم دیگه پول فیزیکی اسکناس و سکه کنار میره و تمام معاملات انسان ها توسط پول دیجیتال اتفاق میفته. این دیجیتال بدیهیه. سیستم بلاکچین هم که زیر مجموعه در واقع سنگ بنای بیتکوین هست، سنگ بنای کریپتوکارنسی ها هست، سیستم بسیار امن و خوب و مناسبیه و جای خودش رو باز کرده خیلی حالا باش استفاده میکنه. ولی پیشبینی من شخصا اینه که احتمالا دولت ها خودشون شروع میکنن به تولید ارزهای دیجیتال بر مبنای بلاکچین که هم در واقع بگن آقا از بلاکچین استفاده میکنیم، از مزارعش استفاده میکنیم، هم که در نهایت اون ارز دیجیتال رو خود دولت تولید کرده و این کنترل رو در واقع قدرت رو در اختیار دارن. خب همونطور که تو این ویدیو گفتم و پیش بینی کرده بودم بیت کوین نتونست ارز رایج دنیا باشه. چرا؟ چون کسی که میدونه اقتصاد چجوری کار میکنه، میدونه نقش پول در دنیای مالی چیه، میدونه پول بالا پایین شدنش، حجم توزیعش، نقدینگی، اینا چه فاکتورهای اقتصادی هستن، چه المانهای اقتصادی هستن، چرا دولت یا بانک مرکزی باید این المانها رو
بتونه کنترل بکنه. اصلا دنیا داره بر چه مبنایی، سیستم‌های مالی دنیا دارن بر چه مبنایی کار میکنن. کسی که اینا رو درک بکنه هرگز نمیاد بگه که آقا مثلا پول رایج دنیا از بین میره و بیت کوین جای اون رو میگیره. همونطور که دیدید نتونست بگیره. اوایل سال 2020 با کرونایی که شکل گرفت و با دولت‌ها که شروع کردن پول تزریق کردن به بازارها، بیت کوین دوباره رشد کرد. باز دوباره یه عده آدمی که شاید خیلی هم از اقتصاد سر در نمی آوردن به این شایعه ها دامن زدن که آقا بیت کوین قراره پول آینده دنیا بشه، داره بیت کوین رشد میکنه، بیت کوین میره بالا، بهترین فرصت سرمایه‌گذاری قرن و از این جور داستان ها. آقا سیستم های اقتصاد جهانی نابود میشن، نظام سرمایه‌داری از بین میره، فقرا پولدار میشن. یه سری صحبت هایی که من اومدم یه لایوی گذاشتم اوایل سال 2021 اگه اشتباه نکنم، یعنی تقریبا یک سال پیش یه لایوی گذاشتم و گفتم آقا چه خبرتونه؟ شما اصلا میدونید نقش پول در دنیا چیه؟ کشورها بر چه مبنایی پول چاپ میکنن؟ اصلا پول اگه مثلا کنترلش از دولت‌ها در بیاد، از دست بانک مرکزی در بیاد، چه اتفاقاتی میفته؟ چطور میتونید تجسم کنید که بیت کوین مثلا پول آینده دنیا باشه؟ حالا کسایی که این حرفو میزدن نه تنها اقتصاد نمیدونستن، خود مفهوم بیت کوین و بلاک چین و محدودیت‌های بیت کوین رو هم نمیدونستن. مثلا بیت کوین جزء اون ارزهایی که اسکیلیبیلیتی نداره. اگر شما یه ذره راجع به بیت کوین خونده باشین این اصطلاحات رو آشنا هستید. آقای ویتالیک که بنیانگذار اتریوم هست توی صحبتاش اومده میگه آقا یه مثلثی وجود داره، هر ارز دیجیتالی که میخواد رشد بکنه باید این مثلث رو بتونه رعایت بکنه و این مثلث رو در واقع سرلوحه برنامه‌ها و اهدافش قرار بده. یکی از اصلای مهم اون مثلث چیه؟ همین بس اسکیلیبیلیتیه. بیت کوین تعداد معدودی تراکنش در ثانیه میتونه انجام بده، اصلا اون قابلیت رو نداره که به عنوان پول رایج دنیا بیاد ازش استفاده بشه و خیلی مشکلات دیگه که تو لایو پارسال راجع بهش صحبت کردم. حالا من این صحبت رو کردم، یه عده آدم و متاسفانه آدمایی که اصلا حرف گوش نمیدن اومدن گفتن خب اوکی پس محمد مقرازی کلا با بلاک چین مخالفه. بعد از اون بارها استوری گذاشتم و گفتم آقا من با خود بلاک چین مخالف نیستم. یه تیکه از اون لایو رو ببینیم با هم دیگه. این یه چیز خیلی عالیه، بحث مفهوم بلاکچین یه چیز خیلی عالیه. بلاکچین اومده یک پلتفرمی رو، یک سازوکاری رو فراهم کرده که بر مبنای اون اتفاقات خوبی میفته. اون اتفاقات خوب چیه؟ یکیشون همین قراردادهای یکتاییه که میتونیم توی دنیا بسازیم، قراردادهای یکتای دیجیتالی. یکی دیگهشون بحث NFTه. حالا اینا هر کدومشون تعریف داره، میگم وقتمون کمه. خب همونطوری که دیدید پس من با خود مفهوم بلاک چین مخالف نیستم، هیچ وقت هم مخالف نبودم. این صحبتای پارسال منه توی لایو. ببینید بلاک چین چی هست؟ حالا بلاک چین یک سیستم کامپیوتریه، بچه‌ها که کامپیوتر خونه راحت‌تر متوجه میشن، یک سیستم شبکه‌های کامپیوتریه که چطور اطلاعات داخل شبکه پخش بشه. قبلاً سیستم‌ها این مدلی بود که یک سرور مرکزی بود، همه داده‌ها رو اون سرور می‌رفت و از اونجا پخش می‌شد تو دنیای مثلا اینترنت. شما از کامپیوترت که میزدی وصل میشدی به اون سرور، اطلاعات سایت رو مثلا از روی سرور خاصی میخوندی. الان با اومدن بلاک چین همه چیز داره غیر متمرکز میشه دیگه، همه چیز تو یه سرور متمرکز نیست، بلکه سیستمی هستش که اطلاعات تو کل شبکه پخش میشه. هر کامپیوتری انگار خودش یک سروره و اطلاعات تو تمام این شبکه پخش میشه. حالا این چرا مهمه؟ به خاطر اینکه همون جوری که اینترنت اول اومده بود کل زندگی‌ها رو تغییر داد، یک سری از ارتباطاتی که ما آدم‌ها الان داریم بر مبنای اینترنت شکل گرفته. همین اینستاگرامی که داریم استفاده می‌کنیم، همین یوتیوبی که استفاده می‌کنیم، همین گوگلی که می‌ریم توش سرچ می‌کنیم بر مبنای اینترنت شکل گرفته. اگر اینترنت نبود زندگی امروزه ما هم نبود. حالا که بلاک چین اومده و نحوه ارتباط اطلاعات، نحوه ثبت و ذخیره اطلاعات در دنیا رو تغییر داده، خیلی چیزا داره پشت بندش تغییر میکنه. یعنی به وجود اومدن بلاک چین اهمیتش مثل به وجود اومدن اینترنته. بلاک چین میتونه این فرصت رو فراهم بکنه که خیلی از کارا که قبلا با مشکل مواجه میشدن، مثلا بستن قراردادها از راه دور، خب اینا الان تو بستر بلاک چین خیلی راحت تر انجام میشن. الان حوزه وب 3 که داره میاد، وب 3 رو اگه سرچ کنید تو اینترنت متوجهش میشه که دقیقاً چیه، ولی وب 3 آینده وب فعلیه. وب فعلی وب متمرکز بوده، وب آینده وب غیر متمرکزه. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری اگه یادتون باشه واسه آمریکا، توییتر اومد و فیسبوک اومد اکانت دونالد ترامپ رو بست. خب این چه ضربه ای زد مثلا به دونالد ترامپ؟ با اون عظمت، با اون مثلا قدرت نتونست مقابل این شرکت ها دووم بیاره. چرا؟ چون اطلاعات متمرکز بود روی سرورهای توییتر و فیسبوک و اونا گفتن آقا ما اکانت دونالد ترامپ رو میبندیم، بهش تریبون نمیدیم که استفاده بکنه. و اینطوری خب خیلی ضربه خورد توی انتخابات. وب آینده وب غیر متمرکز دیگه، یک دونه مدیر عامل توییتر یا یک دونه مدیر عامل فیسبوک نیستش که همه چی دستش باشه بگه آقا من تصمیم میگیرم مثلا دونالد ترامپ رو بندازم بیرون. اگر اطلاعات همه جا پخش باشه دیگه کسی مالکش نیست. حالا
داشتم عرض میکردم خدمتتون که بلاکچین انقلابی داره ایجاد میکنه که قبلا اینترنت ایجاد کرده بوده. ولی یه نکته ظریفو بگم، قبلا تو دورانی که اینترنت اومد و گل کرد، سال هولوش مثلا 2000 20 سال پیش اینترنت گل کرد، اگه به تو اینترنت سرچ بکنید اینترنت بابل، اینترنت بابل مال زمانیه که حباب اینترنتی اتفاق افتاد. حباب اینترنتی داستانش چی بود؟ یا دات کام بابل اگه بزنید حتما پیداش میکنید. دات کام بابل، شرکت‌های زیادی از اینکه آقا اینترنت چقدر چیز خوبیه استفاده کردن، اومدن انواع و اقسام ایده ها رو دادن، طرح دادن، شرکت ثبت کردن، رفتن تو بورس. ملت هم خوب گفتن آقا عجب چیز خفنی این اینترنت دیگه، بریم سهام اینا رو بخریم. خیلی از اون پروژه ها بابل بود، خیلی از اون پروژه واقعا پروژه به درد بخوری نبودن و از بین رفتن. شرکت های خوب موندن، خب شرکت های خوب موندن، مثلا آمازون موند، مثلا گوگل موند، ولی خیلی از شرکت ها اصلا رفتن و دیگه شما امروز اسمشون هم نمیشناسید. پس همونطوری که اینترنت به وجود اومدنش زندگی ما آدم ها رو امروز بهتر کرده، یه سری شرکت هایی به وجود اومدن که الان دارن زندگی ما رو راحت تر میکنن، بلاکچین هم همینطوره. یه سری شرکت هایی بر مبنای بلاکچین به وجود میان، یه سری سرویس هایی میدن که زندگی ما رو در آینده بهتر خواهند کرد. یه سری شرکت ها هم بر مبنای بلاکچین به وجود میان که بابلن، حبابن، هیچ فایده ای ندارن، طرح خوبی ندارن، نمیتونن به هدفشون برسن و فیلد میشن. دقت کنید عزیزان، ما داریم راجع به چه جور ارتباطی، چه جور محیطی، چه جور اکوسیستمی حرف میزنیم؟ داریم راجع به اکوسیستم استارتاپ ها، شرکت های نوپا حرف میزنیم. یه عالمه شرکت نوپا تو دنیا هر سال شکل میگیره، تو ایران شکل میگیره، تو آمریکا شکل میگیره که خیلی هاشون موفق نمیشن تو هر حوزه‌ای، فرقی نمیکنه. طرف میره آقا میگه من میخوام یه ماست جدید تولید کنم با یه برند جدید، میخوام یه مثلا چه میدونم خوراکی جدید تولید بکنم، میره بیزنسش رو میندازه فیلد میشه. این میشه استارتاپی که شکست خورده. تو حوزه اینترنت هم داریم، خیلی بیزنس ها میان مثلا میخوان شبیه اینستاگرام بشن، نمیتونن، کلی هزینه میکنن و تش شکست میخورن، نمیتونن مثل اینستاگرام معروف بشن. خیلی ها میان یه بیزنس رو بندازن شبیه واتساپ بشن، نمیتونن، شکست میخورن، جمع میشن. اینایی که شکست میخورن شاید شما اسمشو نشنیده باشید، ولی خیلی هاشون سرمایه های زیاد دست مردم جمع میکنن که این طرحو اجرا بکنن به این امید که بتونن موفق بشن و شکست بخورن. دنیای بلاکچین هم همینه، پروژه های مختلفی معرفی میشن، خیلی هاشون ایده های قشنگی دارن اما شاید موفق نشن. اگر میخوای تو حوزه بلاکچین سرمایه گذاری بکنی، حواست باشه که داری تو حوزه‌ای سرمایه گذاری میکنی که احتمال شکست خوردن زیاده. ببین یه موقع من میام میرم سهام اپل رو میخرم، میگم آقا کمپانی تریلیون تریلیون دلار میارزه، چقدر طرفدار داره، محصولاتش رو واسه اینکه بخرن در مغازه ها صف میکشن. شرکت استخون درشتیه، شرکت چقر بدبدنیه اصطلاحاً. این شرکتی مثل اپل به این راحتی ها فیلد نمیشه، به این راحتی ها ورشکست نمیشه. شما با دل قرص سهامشو میخری، حتی یه چند سالی هم میتونی سهامدارش باشی با خیال راحت. خب یه موقع داری راجع به گوگل حرف میزنی، میگی آقا گوگل قول دنیای اینترنته، اصلا اینترنت بدون گوگل معنی نداره. و بعد ببین گوگل چه سرویس های مختلفی رو خریده، رقبای خودش رو میخره. خب یه موقع داری راجع به یه شرکت نوپا حرف میزنی که مثلا اصغر آقا با داداشش راه انداخته، هنوز استخون درشت نیست شرکت، امکانه اینکه خطا بکنه، طرحش رو خوب پیش نبره، پروژه شکست بخوره، زمین بخوره، ورشکست بشه هست. خیلی از طرحهای بلاکچینی این مدلی هست و کاری که شما باید بکنی اینه که اگه میخواید حوزه بلاکچین سرمایه گذاری بکنی، بشینی پروژه ها رو بخونی، بفهمی که کی داره روی این پروژه کار میکنه. کسی که بنیان گذارشه قبلا پروژه خوب دیگه اجرا کرده، قبلا کجا کار میکرده، مدیر عامل جای خفنی بوده، آدم باهوشیه، نمیدونم این کاره هست اصطلاحا یا نه، بعد تیمش کیه، ایدهش چیه، ایدهش چقدر نوینه. خیلی پروژه ها میان که اسکمه. اسکم یعنی چه؟ یعنی فقط تقلبه، هیچ اتفاق خاصی داره توش نمیفته. ولی بعضی پروژه ها میان که صاحبش یا بنیانگذارش واقعا مغز به خرج داده. اگر فهمیدی که اون پروژه چیه و چه آینده ای داره، آره میتونی توش سرمایه گذاری کنی. ولی اگر که متوجه نشدی داره چی کار میکنه، بهتره که واردش نشی. چرا؟ چون اگر ضرر کنی خیلی راحت پولت میسوزه. بازار کریپتوها بازار به شدت پرنوسانیه، میتونه خیلی پرسود باشه و میتونه خیلی پرضرر باشه. تو این ویدیو میخواستم بگم که اصلا این فضا فضایی هستش که بشه توش سرمایه گذاری کرد یا نه، که من میگم بله هست. واسه سرمایه گذاری باید پروژه ها رو خوب خوند، شناخت، تفاوتاشون رو بررسی کرد و رو اون پروژه که خوبه سرمایه گذاری کرد. حواستون باشه حتی پروژه خوبم امکان داره فیلد بشه، کما که خیلی بیزنس های خوب میان ولی بعد از یه مدت شکست میخورن. و حواستون باشه پروژه خوب تا ابد خوب نیست، امکان داره رقیبی بیاد براش که بهتر عمل بکنه و وقت شما باید این پروژه رو بفروشی بری اون یکی پروژه رو بخری. امیدوارم تو صحبتایی که کردم براتون مفید بوده باشه، کمکتون بکنه. ان شاءالله که همیشه زندگیتون پرخیر و برکت باشه، هر جا سرمایه گذاری میکنین سود کنین. موضوع خودتون خیلی باشین، فدای شما، خدا نگهدار.